اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب و نام یاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همراهان گرامی برنامه عارفانه آرزومند هستم که از نعمت سلامتی و تندرستی برخوردار باشین و انشاءالله که ساعات و لحظات عمر شریفتان پر از یاد خداوند متعال تو با تو عبودیت او باشه خداوند متعال شاکر هستیم که بار دیگر این توفیق دست داده که از طریق برنامه عارفانه در خدمت شما خوبان باشیم و یکی دیگه از موضوعات معارف اسلامی را خدمت شما تقدیم بکنیم در برنامه امروز عارفانه قرار است که درباره اهمیت حفظ آبروی مؤمن صحبت بکنیم یکی از بسی مهمترین و خطیرترین مسائل دینی که در روایات درباره توصیه شده و قرار است که انشالله امروز به جزئیات این مسئله بپردازیم در بخش بعدی ان با حضور داشت مهمان گرامی و کارشناس محترم دینی که دعوت کردیم پیرامون این موضوع با اهمیت خواهیم پرداخت با ما همراه باشید تشکر میکنیم از اینکه بیننده برنامه عارفانه از سن قرار شد که در برنامه امروز درباره اهمیت حفظ آبروی مؤمن صحبت بکنیم دعوت کردیم از آشناس محترم مسائل دینی استاد گرانقدر حوزه و فاضل ارجمند جناب استاد اخلاقی که به تمیش در محضر ایشان به این موضوع با اهمیت بپردازیم های اخلاقی بزرگوار سلام داریم خیلی خوش آمدید وقت شما بخیر اینکه سلام و رحمت الله ما هم خدمت شما خدمت بینندگان محترم و کارمندان تلویزیون ارزشی تمدون عرض سلام و احترام و ارادت دارم زنده باشین با افتخاری که در خدمت جناب عالی هستیم مصاحب بزرگوار یکی از مهمترین مطالبی که جا داره بش پرداخته بشه و دستورات شرع مقدس و سیره پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت و طاهرین علیهم السلام پیرامونش بحث و بررسی بشه حفظ آبروی مؤمن هست خیلی دوست داریم که ابتدا به اهمیت این قضیه اشاراتی داشته باشید مبتنی بر آیات روایات تا بعد ان به این مهم بپردازیم که اساسا چرا دین مقدس اسلام اینقدر اهتمام ورزیده و حفظ آبروی مؤمن یکی از مسائل فقهی و اخلاقی مسئله حفظ آبروی مؤمن است این مسئله هم در بعد اخلاقی حایز اهمیت است هم در بعد فقهی حایز اهمیت در فقه حفظ آبروی مؤمن از جمله واجبات فقهی هست و حد که حرمت مؤمن یا از بین بردن آبروی مؤمن از جمله محرمات فقهی است یکی از چیزهایی که معمولا در فقه تا الان مورد بحث است مسئله اینه که آیا حفظ آبروی مؤمن واجب است یا بردن آبروی مؤمن حرام است معمولا شما نگاه کنید در واجبات فقهی یک طرفه هست مثلا نماز واجب است اگر بگیم ترک نماز حرام است به خاطر او حرمتش حرمت عرضی است به خاطر همین ترک واجب است اما در مسئله بر برخی موارد هست از جمله همین مسئله آبروی مؤمن که اینا دو طرفه است یعنی هم حفظ آبرو واجب است و هم بردن آبرو حرام است لذا دو طرفه روایات داره هم در مورد حرمت حدک آبروی مؤمن و از بین بردن آبروی مؤمن از بین بردن عرض مؤمن و هم در قسمت حفظش دستورات آمده که حفظ آبروی مؤمن واجب است در این مورد روایات بسیار فراوانی از پیامبر اکرم ایمه معصوم ایم 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 علیه و السلام وجود داره و آیات قرآن هم وجود داره و این مسئله به گناهی هست که از مسلمات فقهی است و حتی بردن آبروی مؤمن از جمله گناهان کبیره شمرده شده لذا در قسمت اهمیتش اه بد نیست که بخوایم حفظ آبرو را در دو مرحله صحبت کنیم یکی در مرحله حفظ آبروی خود شخص یکی هم در مرحله حفظ آبروی دیگران چون هر دو طرف اینمی عنوان شامل است همین عنوان حفظ آبروی مؤمن هم خود شخص مؤمن را شامله هم افراد دیگر را شامل چون این هم جمله مؤمن است لذا در هر دو محور در روایات وقتی نگاه میکنیم روایات زیادی داریم و مطالب زیادی از قبیل موارد یا عوامل حفظ آبرو و عواملی که مثلا باعث به آبرویی میشه اینا در روایات به شکل مجزا و دقیق مورد صحبت قرار گرفته و سوال شده و جواب داده شده لذا بهتر است که در قسمت اهمیتش یک حدیث را از امام کاظم علیه و السلام خدمت بندگان محترم بخوانیم امام کاظم علیه السلام میفرماید که ان الله فوز الى المؤمنین اموره كلها لم يفوز اليه ان يكون ذليلا ببینید چقدر زیبا میفرماید که خداوند تمام کارها را به بندگان سپرده به مؤمنین سپرده منظور از این تمام کارها اینه که مؤمن در قسمت انتخاب ها خودش اختیار داره مثلا میتونه مرتب باشه میتونه ازدواج کنه میتونه مثلا فرض کو استراحت کنه میتونه درس بخونه میتونه هر شغلی را که دوست داره انتخاب کنه خیلی کارها را مثلا مؤمنین به اختیار خودش گذاشته حتی اعمالم درست از نظر شرعی واجب شده ولی اختیار ترک انجامش به عهده خود ماست میتونیم انجام بدیم میتونیم ترک ولی می فرماید که ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا ولی ای به مؤمنین گفته نشده و سپرده نشده که خود را ذلیل کنه خود را ذلیل به این معنا که مؤمن حق نداره خود را به ذلت گرفتار کنه در خیلی از امورات زندگی روزمره اختیارات داره اختیارات داده شده اما این اختیار به مؤمن داده نشده که خود را ذلیل کنه آبروی خود را ببره خود حقیر کنه ای خود زلیل کنه به این معنی که آبروی خود ببره لذا حفظ آبرو یکی از تکالیف شرعی است یکی از مسئولیت های شرعی است و بردن آبروی خود شخص اگر مثلا یک نفر بگه خود خودیم آبروی خود خود به تو چی مربوط ما اصلا حق نداریم این کارو بکنیم مثل که مثلا حفظ نفس بر ما واجبه حفظ جان بر ما واجبه بر ما واجب است که مثلا ما غذا بخوریم تعام بخوریم آب بخوریم برای که اگر مریض شدیم دکتر بریم چرا چون حفظ نفس واجب است همونطوری که حفظ نفس واجب است همونطوری که حفظ مال واجب است حفظ جان واجب است همونطور حفظ آبرو واجب است یعنی شخصی حق نداره خودش با دستان خود آبروی خود را ببرد چرا صد به ای که آبروی دیگران را ببره لذا آبرو حفظ آبرو از جمله مسلمات فقهی است بر خود شخصم واجب است و فرض است که باید آبروی خود را نگه دارد و حفظ کند و کار نکند که موجب آبرویش حفظ از بین رفتن آبرو میشه لذا روایاتی در این موارد خیلی زیاد است این حرمت عرض المؤمن که حرمت دمه و ماله این حدیث از پیغمبر بفرماید که احترام آبروی مؤمن مثل احترام خون مؤمن و مال مؤمن یعنی همطوری که مال مؤمن احترام داره ما حق نداریم که مال مؤمن را تلف کنیم مال مؤمن را بخوریم عقل با باطل همینه دیگه که کسی حق نداره مال مؤمن را بدون سبب شرعی بخورد و استفاده کند و یا سرقت ببرد و یا به زور بگیرد اینا همهشون احکام شرعی است دستورات شرعی است همونطوری که مثلا ما حق نداریم جان مردم را بگیریم کشتن مؤمن حرام است از گناهان بسیار کبیر است اینجا آمده حفظ آبروی مؤمن را هم در منزله حفظ دم قرار داده این حرمت عرض المؤمن که حرمت دمه حرمت آبروی مؤمن مثل حرمت خون مؤمن و حتی در یک روایت دیگر اشاره شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که می‌فرماید که از بین بردن آبروی مؤمن مثل تخریب خانه کعبه است یعنی اگر کسی می‌خواد آبروی مؤمن را میبره بند مثل اینه که خانه کعبه را خراب کرده یا اقدام به تخریبش کنه لذا بسیار در روایات با لحن بسیار زیبا و اکید و شدید در مورد حفظ آبروی مؤمن هم در خودش و هم در اطرافیانش تأکید شده و از جمله گناهان کبیره فقهی گفته شده و حفظش واجب دانسته شده از طرف دیگر در اخلاقم حفظ آبروی مؤمن از جمله یکی از فضایل اخلاقی و یکی از جمله کمال نفسانی گفته شده یعنی شخصی که به کمال نفسانی رسیده باشه شخصی که مثلا از نظر اخلاقی فضیلت اخلاقی را در خودش جذب کرده باشه یکی از ویژگی‌هایش هایش حفظ آبرو در خودش و حفظ آبرو در برادر مؤمنه همچنان میخوایم برای شما اشاره کنم که در کتاب های فقهی یکی از مواردی که سفارش شده در مورد حفظ آبرو حتی در بعض جاها به خاطر حفظ آبرو گفتن دروغ جایی شده مثلا دروغ از جمله محرمات فقهی است از گناهان کبیره یا القاذب عدو الله دشمن دروغگوی دشمن خدایا به این صورت به لحن شدید در قرآن و در احادیث آمده با اون وصف فقها فتوا دادن روایات هم وجود داره که یکی از جاهایی که انسان میتونه دروغ بگه جایی است که آبروی مؤمن در خطر باشه یعنی برای حفظ آبروی مؤمن ما میتونیم مثلا فرض کو ظالمی می خانه مؤمن رو سوال میکنه در کجاست ممکنه به ناموس تعدی کنه با آبرویش تعدی کنه ما به خاطر حفظ آبرویش میتونیم راست نگیم پس ببینید که چقدر مورید تاکید فراوان قرار گرفته و از اهمیت بسیار ویژه مسئله حفظ آبروی مؤمن آبروی خود شخص اطرافیان شخص مد نظر است و در شرع مقدس اسلام هیچ گزینه استثنایی برای از بین بردن آبرو وجود نداره یعنی یک جای استثنا نشده ما تا در هیچ جای فقهی تا ما بر نخوردیم که یک جای استثنا شده باشه که اینی رقم جای اجازه است آدم آبروی خود ببره یا آبروی شخص مقابل ببره مگر در مورد ظالمین که استثنا شده یک مورد که ظالمین چون ارزی برای خود نگذاشته حالا بحث خود جداگانه است که ارزی نداره تا ارزش را ببریم و الا در در هیچ موردی چون او قید مؤمن داره لذا در غیر از اونها اونا, اونا بر مؤمن صدق نمیکنه نمی به هر صورت بسیار از اهمیت ویژه برخورد جزاكم الله خیر خیلی بر من از از اخلاق اخلاقی بزرگوار استفاده کردم بینندگان عزیز گرامی از شما هم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراهی فرمودید پس از وقفه کوتاهی که در برنامه خود داشتیم ان شاء برمیگردیم و ادامه بحث اهمیت حفظ آبروی مؤمن را ان تقدیم میکنیم تشکر میکنیم از شما بینندگان محترم که با برنامه عارفانه همراه هستید صحبت ما همچنان درباره اهمیت حفظ آبروی مؤمن است و در بخش قبلی سبر ارجمند جناب استاد اخلاقی به نکات ارزنده اشاره فرمودن که تا حد زیادی متوجه اهمیت قضیه شدیم و به خصوص اینکه فرمودند حرمت آبرو و ارز مؤمن است با حرمت خون او و همچنین فرمودند که حرمت و احترام آبروی مؤمن از کعبه هم افضل و برتر هست خب اینا مقولات مهم دینی ما هست که نشان میده که چقدر باید ما دقت داشته باشیم تا خدای نکرده و گناه کبیره ریختن آبروی مؤمن دچار نشه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم فرمودند من رد عن عرض اخیه کان له 70 الف حجاب من النار هر کس که از حیثیت و آبروی برادر مؤمن خودش دفاع بکنه برای او هفتاد هزار سپر از آتش خواهد بود این هم جایگاه و ارزش کسی که دفاع میکنه از آبروی مؤمن و خدای نکرده از بین رفتن حیثیت و عرض یک برادر دینی خودش در خدمت جناب استاد اخلاقی هستیم تا بیشتر پیرامون این موضوع برای ما فرمایش داشته باشن که راهکارهای حفظ آبروی مؤمن و آبروی خود ای که میگه مؤمن البته خود ما هم باید در صدد حفظ آبروی خود هم باشیم از این مقوله خارج نیستیم چرا که استاد پیشتر به این نکته مهم اشاره فرمودند که کسی حق نداره خودش را ذلیل بسازه این حتی در مورد نفس خود ما هم جایگاهش روشن هست که همچنان که باید آبروی دیگران رو حفظ بکنیم آبروی خود را هم حفظ بکنیم چرا که حق نداریم آبروی خود رو بریزیم و خود, خود ما را زلیل و حقیر بسازیم آجا خدمتتون است راهکارهای این که چی چیزهای باعث میشه که انسان زلیل شوه و چی چیزهای هم باعث میشه که انسان عزیز شوه و آبرویش حفظ شوه عرض کردم که عبارت مومین یا قید مومین شامل حال خود انسان هم هست شامل حال دیگران هم هست لذا ما باید موازی به آبروی خودم باشیم و مواظب آبروی برادران و اطرافیان خود هم باشیم چی چیزهایی باعث میشه که ما به آبروی خود یا آبروی دیگران لطمه وارد کنیم یک از چیزهایی که باعث میشه برای لطمه وارد کردن به آبروی دیگران گفتارهای دروغ بیهود است یکی از عوامل سلب آبرو یا از بین رفتن آبرو خود انسان یا در طرف مقابل گرفتارهای دروغ است اگر انسان دروغ میگه این دروغ ممکنه گاه اوقات در خود شخص که یقینا باعث سلب آبرویش میشه در اطرافیان هم موجب سلب آبرو میشه گاه اوقات این دروغ را اطرافیان باور میکنن و بعد همین دروغ را در خور دیگران میدن دیگران هم شاید باور کنند که این آدم ها دروغ بس. لذا گفتار دروغ یکی از مسائلی است که هم حرام شده ما میخوایم این نکته اشاره کنم که اسلام از بس در مورد عرض مؤمن حساس است ریشه ها یا چیزهایی که منجر میشه به تخریب این مهم اونها را هم حرام کرده شما ببینید خیلی از عواملی که در از بین رفتن آبرو نقش داره و اونا رو حرام کرده اسلام بله. لذا همونطوری که حفظ آبرو مهمه چیزهایی که منجر به سلب آبرو میشه اونا هم اسلام حرام کرده از جمله یکی از چیزهایی که باعث آبرو رخت، رختاندن آبرو انسان میشه همین دروغ گفتن است بله. گفتار بهوده است اگر کسی مثلا علکی الکی هر چیز دانش برامد بگوید لغویات بله لغویات، چرندیات این چیزهای الکی بدون معنا اینا اگر کسی میگه باعث ازی میشه که انسان انسان سبک در جامعه جلوه میکنه انسان دارای شخصیتی واهی جلوه میکنه انسان به منزله کسی جلوه میکنه که شخصیت نداره ثبات نداره ثبات فکری نداره لذا به عنوان یک شخصیت در جامعه به اون نگاه نمیکنن و این مثلا باعث میشه که آبرویش در بین جامعه برود یا پایین بیاید درجه معیار آبروش لذا در اسلام جایز نشده تحریم شده مسئله دیگر تجسسه، جستجو کردن به عیب دیگران یک حدیث داره که میگه تا زمانی که از عیب خود مشغول نشدی فارغ نشدی به عیب دیگران مشغول نشو یک داستان جالبی که از حضرت موسی علیه السلام در یک از روایات نقل شده میگه یک روز حضرت موسی با اصحابش سفر میکرد رسیدن به یک اولاغ مرده بعد میگه یکی از اصحاب جلو بینی خود گرفت گفت که این ولاغ چقدر بوی بدی دارد فورا حضرت موسی واکنش نشان داد فرمود که چقدر دندانهای سفید قشنگی داره. بعد بالاخره اصحاب را توصیه کرد اونجا از جمله چند تا توصیه داره که اونش مربوط به بحث ما نمیشه از جمله یک اینی میسه یکی از توصیه هایش این که تا زمانی که از عیب خود فارغ نشدی با عیب دیگران مشغول نباشید یعنی خوبی های مردم را ببینید نه بدی های مردم را به جای از اینکه بگین چقدر بوی تعفین میده گفت بگین چی دندان های سفید قشنگ داره ببینید این یک ای درس است چون رفتار پیغمبره پیغمبر هم گفتارش برای مردم درس است هم رفتارش برای مردم درس است لذا توسط این کارش نشان داد به اصحاب اونو وظیفه پیامبر تربیت دیگه با نشان داد که بالاخره موازی عیب های خود باشین خود فراموش نکنین اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم مردم را به خوبی ها مثلا امر کنیم خود فراموش کنیم لذا یکی از مسائل بسیار مهم اینه که ما عیوب دیگران را تجسس نکنیم و اگر تجسس کنیم در عیوب دیگران و پخش کنیم عیوب دیگران را این باعث میشه که خود ما هم آبروی ما در یک روایت داره که اگر کسی آبروی مؤمن را میبره خداوند پیش از او آبروی خود زیر هم در خطر قرار میده چون یک از اسباب از بین بردن آبروی مؤمن باعث میشه که آبروی خود انسان هم در زمین بریزه مسئله دیگه بدگمانیست است یک از چیزهایی که باعث ای میشه که انسان بیتانه آبروی خود نه آبروی خود حفظ کنه بدگمانیست است اگر کسی در رفتار مردم در خانواده خود در اطرافیان خود بدگمان باشه و این بدگمانی گمان نامناسب باعث چی میشه باعث کم بودن آبرو یا از بین رفتن آبرو انسان میشه چون این بعض زن اسمون بالاخره گمان بد گاه اوقات انسان را وادار میکنه و کارهای بسیار زشت و کارهای نامشروع و این کارها باعث سلب آبرو میشه مسئله دیگه غیبت است غیبت باعث بدگو چی میشه باعث سلب آبروی انسان میشه چرا چون اگر پیش یک دوستی غیبت یک کس دیگر گفتی خب بالاخره او دوستی میگه که اگر ای آدم غیبت اون شخص پیش ما کرد خب معلومه غیبت رو پیش شخصی دیگه انجام بده لذا آدم آبرویش اعتمادش از بین میره مسئله دیگه فاش کردن عیب دیگران است که اگر ما عیب مردم رو فاش کنیم و این باعث سلب اعتماد اطرافیان ما میشه و آبروی ما در خطر قرار میگیره و یک مورد دیگه افشای فحشا و در اخیر اتهام به فحشا به مردم تهمت زدن به مردم این تهمت زدن و بهتان زدن هم باعث سلب آبرو و سلب اعتماد میشه و بالاخره اگر ما مردم در معرض اتهام قرار میدیم روزی یک روزی بالاخره برملا میشه که حقیقت نبوده واقعیت نبوده دروغ بوده تهمت بوده بالاخره در اینجا خود به خود آبروی شخصی میره که دیگران را در معرض تهمت قرار داده بود لذا در شریعت و در فقه همه این میماری در جمله محرمات فقهی است yeah. یعنی حرام شده چرا چون یک از فلسفه شنا که اعتماد را در جامعه از بین میبره آبور رو در جامعه از بین میبره حیثیت اجتماعی را از بین میبره اعتمادهای اجتماعی را از بین میبره لذا این مسائل خطرات اجتماعی بسیار بدی داره و لذا حفظ آبرو هم طوری واجب است این مسائل هم حرام است به خاطری که موجیبی سلب آبرو بشه جزاكم الله خیر خیلی به همت شدید مزاحمت تشکر از بیننده لطف بفرمایید و همچنان همراه برنامه خودتان باشین تا در بخش بعدی انشالله ادامه این مبحث ارزشمند و کاربردی را که واقعا به درد همه ماها میخوره و باید اعتراف بکنیم که به بسیاری از این موارد ما مبتلا هم هستیم انشالله ادامه شد خواهیم کرد همراه ما باشید از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند شرف المؤمن صلاته باللیل و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس این روایت نورانی پیام بسیار با اهمیتی برای ما داره میفرماید که شرافت مؤمن در نماز شب خواندن است در تهجد و شب زندهداری هست اما عزت مؤمن و بزرگی او و اینکه حقیر نباشه و دچار ذلت نفس نباشه در میان مردم و عزیز باشه در گرو این است که تعرض به حیثیت دیگران نداشته باشه آبروی دیگران را نریزان اگر بخوایم که خیلی خلاصه این نکته آخر حدیث مبارک رو خدمت شما عرض بکنیم این است که واقعا اگر به دنبال هستیم که خود ما به عزت نفس برسیم و در نزد مردم عزیز باشیم باید از ریختن آبروی دیگران پرهیز بکنیم در خدمت سرور گرامی جناب استاد اخلاقی هستم عرض کردم که برخی عواملی وجود دارد که باعث سلب آبروی انسان میشه یکی از مواردی که بخوایم اشاره کنم افشای عیوب دیگران است همونطوری که قبلا هم اشاره شد در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده من کشف حجاب غیره این کشفت عورات و نفسه کسی که حجاب دیگر را کشم حجاب به معنای محجوب محجوب به معنای پنهان یعنی کسانی که در صدد اینه که باید باید چیزهای باید پنهانی مردم را عورات مردم را فاش کنه در صدد این باشه این کشفت عورات و نفسی این در واقع خودش چکار میکنه سبب این شده که خداوند عورات خود ای را در معرض فاش شدن قرار بدهد لذا کسی که در صدد در یک حدیث دیگه هم داره که کسی در آبروی بنده مؤمن مرا نگه ندارد از بین ببرد خداوند آبروی خود او را میبره ما در جامعه موارد زیاد را مشاهده میکنیم که کسی که در صدد از بین بردن آبروی دیگران است آبروی خودش بیشتر از دیگران میره لذا اگر کسی برای خودش شخصیت قائل است و برای خودش آبرو قائل است به خاطر حفظ آبروی خودش هم باید با آبروی دیگران احترام بگذاره با آبروی کسی بازی نکند آبروی کسی را حفظ کند لذا افشای عورات یک حدیثی بسیار مهم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که میگه فرماید که یک روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی مشاهده میکرد یک شخصی از دم دروازه پیغمبر رد شد دروازه خانه باز بوده یک نفر از از دروازه داخل حولی خانه را نگاه میکرد وقت حولی خانه را نگاه میکرد پیغمبر فرمود که اگر امون میبودم بودم با چشم با سنگ میزدم چشم تا بیرون میکردم بعد اصحاب سوال نه رسول الله اجازه برای ما است گفت بله ولی نه اینکه امروزی کار کرده فردا گیر کردی چشمش بکشی در همون لحظه یعنی ببینید شما یکی از چیزایی بسیار مهم خانه مردمه حولی حریم خانه است اگه کسی داخل خانه خود حولی میزنه دروازه میزنه معنایش یکی که حریم خانه است شخص خودش خانوادهش فامیلش در اونجا راحت باشه اسرارش در اونجا نهفته باشه ما حتی حق نداریم اگر دروازه حولی کسی باز باشه از حدش رد میشی سر خود پیش کنی نگاه کنی چی خبر داخل حولی ببینید ما اصلا دستددی کشف اسرار مردم نباید باشیم چون هر کس چیزهایی ممکنه داشته باشه که نخواهی کس مردم با خبر شو از او اگر ما در صدد کشف ازی میشیم و این باعث میشه که آبروی خود ما هم در جامعه بره و ما وظیفه داریم مثلا این جمله محرمات شرعی است که تجسس یا کشف کردن عیوب دیگران از محرمات شرعی است اصلا جایز نیست خیلی و... یک نکته زیبایی را که در دستورات دین مقدس اسلام به ما داده شده از رفتارهای مهم اجتماعی که در واقع در کنار همین فرمایش شما قرار میگیره این است که فرمودن اگر خانه کسی رفتید و دق الباب کردید دروازه زدین به اصلا نباید روبروی در بیستید باید کنار در بیستید در گوشه در به دلیل همین مسئله شما فهمودید چه بس در باز بشه و شما روبروی در که باشی خب مستقیم چشم دفته داخل اولی مثلا و صحنه که نباید دیده بشه یا چیزی که اون نفر خوش نداشته باشه که دیگران ببینه ناخواسته چشمه طرف بیفته به همین خاطر فهمیدم وقتی در زدن کنار در بیستین و مقابل در ایستاد نشین خیلی ظرافت های زیبایی را برای ما فرمودن بله بله بعد عرض کنم یک از چیزهایی که بازم باعث از بین بردن آبرو میشه مسخره کردن است با مسخره کردن انسان خود انسانم با مسخره دیگران ما فکر نکنیم با مسخره کردن دیگران ما شخصیت پیدا می‌کنیم. بلکه با مسخران دیگران خود ما هم تمسخر میشیم خود چرا ما ریشخند قرار بدیم در یک حدیث داره امام سجاد علیه السلام از یک جای رد میشد یک مردی ریشخند به اصطلاح ساده ما و شما میخواست امام را رشخند کنه یا بیخندانه یک کار کرد امام توجه نکرد دوباره رفت عبا امام را کش کرد بگونه ای که عبا امام روی زمین افتاد بعد امام توجه نکرد دوباره گرفت حرکت کرد بعد همه که رفت امام به این توصیه گفت که به این کارهای الکی خورسن ما مباش با ریشخند کردن دیگران تو شخصیت پیدا نمیکنی آبرو و حیثیت خود حفظ کو ما برای این خلق نشدیم که خود ریشخند مردم قرار بتیم لذا ببینید که بسیار مهمه وقتی ما توسط مسخره کردن دیگران رو مسخره کنیم این لولا به شخصیت ما هم مورد تمسخر قرار میگیره و این باعث میشه که هم خود ما آبروی ما در معرض خطر قرار بگیره هم دیگران رو میکار میکنیم خب حالا برای, برای که بتونیم از فرصت به شکل درست استفاده کنیم عوامل حفظ آبرو چیه که اینا رو مختصرا اشاره کنم که چی کارهایی باید ما بکنیم چی راهکارهایی وجود داره که ما شخصیت پیدا کنیم در جامعه و آبرو پیدا کنیم در جامعه و آبروی دیگران هم بتونیم حفظ کنیم یک از اساسی ترین و مهمترینش ایمان است اگر کسی ایمانی به خدا داشته باشه به با هر میزانی که انسان ایمانش به خدا مستحکم تر میشه به مو میزان انسان هم برای خود احترام قائله، هم برای دیگران احترام. حتی برای حیوانات آدم احترام قائل است لذا از این فهمیده میشه که یکی از نشانه های مسخره کردن دیگران یا از بین بردن آبروی دیگران نبود ایمان یا ضعف ایمان اگر کسی ضعف ایمان داشته باشه به با این مثلا روی میاره که بخوای آبروی دیگران رو ببره ما توسطی مثلا آبروی دیگران برای خود پله نسازیم ما نمیتونیم بلند بریم با تحقیر دیگران لذا یکی از مسائلی که واقعا آدم میتونه آبروی خود حفظ کنه هم آبروی دیگران رو حفظ کنه ایمان به خداست و هر اندازه ای زیاد شوه ایمان به خدا زیاد شوه و همون میزان ما هم آبروی دیگران رو حفظ میتونیم ما خوده دومین مورد تقوا هست مسلمه که به هر میزانی که تقوای انسان بالا میره به با همو میزان انسان هم به احترام به خودش احترام میگذاره هم به جانب مقابل احترام میگذاره هم حقوق خود رعایت میکنه هم حقوق اطرافیان خود رعایت میکنه و سومین مورد احسانه یعنی اگر ما بخوایم در جامعه آبرومن زندگی کنیم آبرو پیدا کنیم شخصیت پیدا کنیم احسان کنیم نیکوکاری کنیم دستی کسره بگیریم مظلومی را مثلا نجات بدیم فقیر را دستش بگیریم بیچاره ای را مثلا فارس کو بگیریم را مثلا کمک کنیم احسان موارد مصادیق احسان خیلی زیاده در جامعه که چی چیزای احسان صدق میکنه و احسان و نیکوکاری کارهای خیر انجام دادن اینا باعث آبرو پیدا کردن و شخصیت پیدا کردن در جامعه میشه سومین مورد تغییر شرایط است که اگر کسی مثلا در معرضی گاهی اوقات انسان در جایی هست که در معرض این قرار میگیره که آبرویش بره مثلا حضرت یوسف علیه السلام در جای قرار گرفت که اگر زندگی میکرد ممکن آبرویش در خطر بود یعنی به علاوه زلیخا زنهای دیگر هم بودن که دم آدم توتعه میرختن برای یوسف گاهی دستمال سرخ میفرستن گای کار میکردن لذا حضرت یوسف زندان را ترجیح داد برای بر زندگی کردنی با, با این وضعیت لذا آمد تغییر شرایط داد در یک مسیر دیگر خود قرار داد تا از حفظ آبروی خودش مراقبت کند لذا ما مسلمان ها می این وظیفه را داریم که در جایی که اگر واقعا آبروی ما در معرض خطر قرار میگیره خب تغییر شرایط بدیم یک جای دیگه باید مثلا بریم مورد چهارم ازدواج که فکر کنم دیگه مورد ازدواج که مثلا گاه اوقات ممکنه اگر ما ازدواج نکنیم در بعضی کارهای رو بیاریم که موجب سلب اعتماد میشه و ازدواج باعث میشه که اگر بالاخره از او کارهایی که نباید بکنیم جلوگیری میشه انجام نمیدیم وقتی انجام ندادیم خود به خود در بین جامعه آبرو پیدا و یکی هم حجاب عفت و گذشت از مال است یعنی گاهی اوقات ما برای آبروی خود حاضر باشیم مال خود خرچ خرج کنیم نه اینکه مثلا ما به خاطر به دست آوردن مال آبروی خود بدیم یک نکته بسیار پایانی و مهمه که خیلی اوقات ما چکار میکنیم برای خریدن مال آبروی خود سودا میکنیم آبروی را سودا میکنیم مال می به دست میاریم در حالی که نه اسلام توصیه میکنه که مال خود خرج کو برای حفظ آبروی و این مواردی هست که اگر کسی بخوای آبرو پیدا کنه حیثیت پیدا کنه این به این عوامل ان عمل کنه هم شخصیت در جامعه پیدا میکنه هم باعث میشه که آبروی دیگران رو حفظ کنه زنده باشین اخلاقی خیلی استفاده کردیم ان که خداوند متعال همه ما را کمک بکنه برای اینکه بتونیم در مسیر حفظ آبروی خود و دیگران موفق عمل بکنیم و به این دستورات سازنده و سعادت بخشی که امروز گوشه از این دستورات دینی و فرامین الهی بیان شد ان عمل بکنیم از خداوند متعال طلب توفیق میکنیم در این راستا ربنا وفقنا لما تحب و ترضا خداوند حافظان یه باشه